درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. با رونمایی پرونده های فساد اخلاقی متعدد از سران رژیم جمهوری اسلامی، این روزها بحث و جدل بر سر احتمال قرار داشتن اسنادی در دست احمدی نژاد از خامنه ای در پرونده های مشابه بیشتر شده است. این موضوع به شدت اهمیت ویژه یافته است و رسانه ها، مخاطبان و جامعه سیاسی در مورد آن به بحث و تحلیل پرداختند. چند سال پیش در زمانی که محمود احمدی نژاد برای خامنه ای خط و نشان می کشید و او را تهدید می کرد، هیچ واکنش مشخصی از سوی خامنه ای دیده نمی شد. قاعدتا آنچه که زبان خامنه ای در برابر محمود احمدی نژاد را کوتاه می کرد، نمی توانست مرتبط با فساد مالی رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش باشد. آن هم در حالی که فساد مالی رهبر رژیم و اطرافیانش چیز تازه‌ای نیست که محمود احمدی نژاد بخواهد آن را افشا کند. و احتمالاً با توجه به آنچه که این روزها از سران رژیم جمهوری اسلامی دیده می شود، احمدی نژاد هم به مدارک کافی و غیر قابل انکار دسترسی پیدا کرده است که از فساد اخلاقی خامنه‌ای در مراودات شخصی خود پرده بر می دارد. احتمالاً دسترسی محمود احمدی نژاد به پرونده قطور از فساد اخلاقی و رفتاری رهبر رژیم جمهوری اسلامی میتواند ضامن وقایع او علارغم افشاگری‌ها و تندزبانی‌هایش باشد. البته احتمالاً آنچه که محمود احمدی نژاد در اختیار دارد مسائلی است که مردم عادی تا کنون از آن بی‌خبر بودند و به رفتارهای شخصی خامنه‌ای و زندگی خصوصی او مربوط است. احتمالاً محمود احمدی نژاد مدارکی را در دست دارد که افشای آنها می تواند اندک باقی مانده اعتبار رهبر رژیم جمهوری اسلامی را که در میان گروهی از ساده لوحان متدین قرار دارد بر باد بدهد. و این موضوعی نیست که علی خامنه ای رهبر کودک‌کش رژیم جمهوری اسلامی توان تحمل آن را داشته باشد. روزها در فضاهایی مانند توییتر و اینستاگرام بسیاری از کاربران ارزشی گفتند که حداقل باید از خود بپرسید که خامنه ای که در هر موضوعی نظرش را بیان می کند و با یک کش ندهید صورت مسئله را پاک می کند، چرا در مورد پرونده لواط سعید طوسی و با جناح‌های ارشادی نظام و رضا ثقتی تنها یک موضع گیری کوچک کرد و در مورد آن حرف زیادی بر زبان نیاورد؟ بیشک داستان‌های حمام منصوری افسانه نیست و راز زبان درازی‌های محمود احمدی نژاد هم به همان دوران سرقت اطلاعات محرمانه از وزارت اطلاعات باز می‌گردد. بیشک مشتبه خامنه‌ای و خود علی خامنه‌ای هم به نحوی پایشان در پرونده‌های فساد اخلاقی و جنسی گیر است و احتمالاً آنچه که احمدی نژاد می‌داند ممکن است مربوط به مشتبه خامنه‌ای و سعید طوسی باشد. بسیاری از کاربران با اشاره به این موضوع گفتند که فقط یک لحظه بروید و حجاب زنده یاد مهسا ژینا امینی را در هنگام دستگیریش ببینید. آن وقت خونتان به جوش می آید که جوانان نازنین مردم را امثال این رضا ثقتی ها و سعید طوسی ها چگونه به قتل رساندند و خودشان چگونه رفتار می کنند. قاتلینی پس فطرت و بیمارانی جنسی که صبح تا شب به شکم وزیر شکم خود فکر می کنند و 44 سال است که خون یک ملت را در شیشه کردند. در همین رابطه جمیل کدیور در یادداشتی در کانال تلگرامی خود خطاب به نرگس محمدی درباره تعرض و آزار جنسی به زندانیان زن نوشت که اینها کسانی هستند که خودشان زنان و دختران جوان را دستگیر می کنند به جرم بدحجابی و آن زمان به آنها تجاوز می کنند. او نوشت این موضوع مستلزم بررسی جدی است و اگر دستگاه قضایی کشور فاسد نبود باید آن پیگیری می شد. در ایران وابستگان و سرسپردگان ولایت هر طور که می خواهند به حقوق اجتماعی و مدنی مردم تعرض می کنند و این مردم بیچاره هستند که باید تاوان بدهند. در همین راستا شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز گذشته در گزارشی مبسوط از آزار جنسی، کلامی و فیزیکی دانشجویان دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران توسط نیروهای حراست این دانشکده خبر داد.
برخی دانشجویان این دانشکده مواردی از این آزارها را که هنگام رفت و آمد به دانشکده با آن مواجه شدند با ذکر جزئیات روایت کردند. در اغلب روایت ها آمده است که ماموران حراست به بهانه بازرسی بدنی آنها به آنها تعرض جنسی کردند، یا اینکه آنها را با الفاظ رکیک خطاب قرار می دهند و از آنها می خواهند بیان کنند که دختر هستند یا پسر. یکی از دانشجویان راوی این روایت ها نوشته است که وقتی هفته گذشته با دامن بلند به دانشگاه رفته، یکی از ماموران مستقر در حراست که پیش از این هم در آنجا نبوده به او گفته است که همین یک تکه را هم در بیاور که ما لذت ببریم. این دانشجویان در پایان گزارش خود این سوء رفتارهای سادیسم گونه و عقده گشایانه حراست و بیکفایتی ریاست این دانشکده در برقراری امنیت جانی و روانی را به شدت محکوم کردند. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به روابط نامشروع جنسی بسیاری از آخوندها و سران رژیم جمهوری اسلامی گفتند که این قشر مانند سرطانی بدخیم به جان ایران و ایرانی افتادند و تنها راه نجات ایران از دست آنها ریشه کن کردن کلی و از بین بردن تمامی منابع مالی و درآمدزایی آنها و بی‌اعتبار کردن و رسوا کردن آنها در سطح داخلی و در سطح جهانی است. خشم سونامی وار مردم ایران به زودی این سرطان را از ریشه بر می کند و وطن را آری از این جانوران بدتینت خواهد کرد. به خصوص اینکه حالا فشارهای اقتصادی علاوه بر فشارهای اجتماعی هم مردم خاموش ایران را به صحنه خواهد آورد. مردمی که اگر تا کنون به بهانه آزادی، به بهانه آبادی و به بهانه فردایی بهتر برای فرزندانشان در صحنه حاضر نشدند، حالا برای سیر کردن شکمهای گرسنه‌شان که در رژیم جمهوری اسلامی تحت حاکمیت ملاهای بی‌کفایت و فاسد به خطر افتاده است، به پا خواهند خواست. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.